بر مبنای آیه 62 سوره انعام، چرا جمعی حرکات و سکنات انسان از ریز و درشت باید فقط برای خدا باشه، لله باشه؟ چرا باید نسکی و محیای و مماتی و سلاطین برای خدا باشه؟ چون خداوند رب العالمینه، چون خداوند پروردگار جهانیانه. اوکی، اینکه آقا کاراشو برای خدا انجام بشه میشه توحید عملی. اوکی، اخلاص. چرا انسان به توحید عملی میرسه؟ چون به توحید در ربوبیت اعتقاد داره. اینجوری هم میتونیم این تستو جواب بدیم. اوکیه؟ و کدام دسته از افراد با خیرپنداری اعمال خود مرتکب گناهان کبیره میشوند؟ زیرا خداوند پروردگار جهانیان است. آقا، زیرا این راه مستقیم است، این عبادت خداونده. میگه ان الله ربی و ربکم، قطعا من پروردگار شما و پروردگار تو هم پیامبر. اوکیه؟ فعبدوه، فع اومده بهت گفتم فع وسطای علت معلول میسازه، قبلش میشه علت، بعدش میشه معلول. فعبدوه، پس بیا منو عبادت کن که من صراط مستقیمم. اوکی، اونجا صراط مستقیم چیه؟ عبادت خداست. سه حذف، چهار حذف. آقا چه کسانی فکر میکنن اعمالشون خوبه اما مرتکب گناهان کبیره میشن؟ جاهلا، انسان‌های، برخی از انسان‌های نادان. اون قسمت یک نکته مهم هستش، گفته آقا اگر عملی که انجام میدی با معرفت و آگاهی باشه موجب ارزشمند شدن و مقدس‌تر شدن یا تقدیس عمل تو میشه. اما برخی انسان‌های نادان و ناآگاه هستن که فکر میکنن عملی که انجام میدن خیره، اما به خاطر این نادانیشون مرتکب چی میشن؟ گناهان کبیره. پس جواب میشه گزینه شماره 2.